غم آزادم ای دلدارم، گر کنی یادم در شب تارم، چون خزان بمیرد گل جهان بگیرد آتش گلت با سر کشم. نوروز برای شما چه معنی میده؟ به معنای یه فصل جدیده، روز جدیده، نو شدن، یه آغاز نو، خانواده با هم جمع شدن، به تازه شدن و از اول شروع کردن. شما چطوری به استقبال نوروز میرین؟ چطوری خودتون رو آماده میکنین؟ راجع به نوروز فکر میکنم، دعا میکنم. 19 روز قبل از عید نوروز باهایا در سراسر دنیا روزه میگیرن. سعی میکنم هم خودم از نظر جسمانی آماده کنم، هم از نظر روحانی. از نظر جسمانی با خونه تمیز کردن و لباسای نو خریدن، و از نظر روحانی هم با مناجات خوندن و دعا کردن و 19 روز روزه گرفتن. اهمیت نوروز برای شما چیه؟ میتونم یه موقعیتی داشته باشم که از اول شروع کنم و فکر کنم راجع به سال قبلم، فکر کنم که چه کارهای خوب کردم، چه کارهای که دوست دارم جور دیگه بکنم کردم. به خودمون نگاه کنیم و ببینیم چه چیزایی رو بایستی برای سال جدید عوض بکنیم و سعی کنیم که آدم بهتری باشیم. آیا نوروز فقط یه جشن برای ایرانی ها؟ نوروز یک جشن باستانی ایرانی هست و همچنین بهائی‌های دنیا از هر فرهنگ و یا از هر کشوری که میان، حتی اگر ایرانی هم نباشن، این جشن رو میگیرن به خاطر اینکه حضرت بهاءالله این جشن رو انتخاب کردن به عنوان جشن سال نوی بهایی. نوروز جشن باستانی هستش، ولی بهایان هم از هر فرهنگ و از هر ملیت مختلفی این رو جشن میگیرن. چرا بهایان نوروز رو جشن میگیرن؟ اولین روز سالمون هست. بخوان که حضرت بهاءالله این روز رو به عنوان عید بهایی انتخاب کردن. شما آینده نوروز رو چطوری میبینین؟ شاید بشه گفت که تا 160 سال پیش جشن نوروز فقط جشن بود برای ایرانی ها، ولی بعد از اینکه حضرت بهاءالله این روز رو به عنوان جشن سال نو انتخاب فرمودن، همینطور که تعداد بهایی ها در دنیا بیشتر میشه، خب تعداد بیشتری از افراد دنیا این جشن رو میگیرن هر ساله. غیر از توجه به تعلقات ظاهری در این ایام، به چه چیز دیگه‌ای باید توجه داشته باشیم؟ این بدن و این جسم و این لباس، اینا میگذره، این چیزا نمیمونه واسه آدم. چیزی که میمونه واسه آدم روحشه و قلبشه و خدمتی که کرده تو این دنیا. پاک بودن، به انسان بودن، نیت پاک داشتن. نوروز موقعیتیه برای شاد بودن. شما شاد بودن رو در چی میبینید؟ در نزدیکی با خدا. من فکر نمی کنم چیزی منو بتونه شاد بکنه بیشتر از اینکه بتونم باعث شادی قلب انسانهای دیگه باشم، به خصوص هموطنان عزیزمون. شاد بودن تمام دنیا شاد بودن منه، چون که فکر میکنم مثل یه بدن آدم، اگر دستت درد بکنه تمام بدنت احساس این درد رو میکنه. اگر یه قسمت دنیا در زجر میکشه، ما چجوری میتونیم خوشحال باشیم؟ من شادی رو در خدمت به نوع بشر، مخصوصا هموطنانم میدونم. چه پیغامی برای جوانای ایرانی داریم؟ امیدوارم که سال نو سالی باشه سرشار از موفقیت، هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحانی. عیدتون مبارک. امیدوارم که سال خوب داشته باشن، شاد باشن، پیروز باشن. عیدتون مبارک. نوروز رو به همه عزیزان تبریک میگم و آرزو میکنم که به همه آرزوهاتون برسید. همه خوشحال باشن، خدا رو یاد بکنن، هیچ وقت ناراحت نباشن. عید شما مبارک. انشالله که سال بسیار خوب و خوشی داشته باشن و موفق باشن و سالم. نوروزتون مبارک و سال خوبی رو داشته باشید. انشالله که سال نو خوبی بیاره و خوشحالی و سلامتی. امیدوارم روزی بیاد که همه بتونیم عیدو در ایران با هم جشن بگیریم. عیدتون مبارک. برزنت به گلشن بعد صبح روشن.